به مدت کوتاهی پس از آغاز خدمتم، پس از حدود 3 ماه در ساواک به علت ارائه گزارش‌های تحلیلی راجع به مسائل سیاسی جاری کشور به ریاست بخش بررسی‌های سیاسی در امور امنیت داخلی منصوب شدم. از همان ابتدا خواستم به رده‌های بالاتر در ساواک و شخص پادشاه توجه دهم که تأمین امنیت کشور تنها از طریق سرکوب و مبارزه با سازمان‌ها و گروه‌های مخالف و برانداز امکان پذیر نیست. در طول دوران خدمتم در ساواک از هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد استفاده کرده و گزارش‌های مستند ارائه دادم که چندین بار برای تهیه این گزارش‌ها مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفتم، تا آنجا که در سال 1350 اسدالله علم وزیر دربار و سپهبد ایادی و امیر هوشنگ دولو از نزدیکان شاه به علت اتهاماتی که به آنها وارد می‌کردم علیه من به شاه شکایت بردند و من از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شدم. این بخشی از یادداشت پرویز ثابتی بر کتاب گفتگویش با عرفان قانیفرد در دامگه حادثه است. پس از خاطرات حسین فردوس دیگر هیچ شخصیت امنیتی بزرگ و قابل توجهی لب به سخن نگشوده است. در همان ابتدای انقلاب ناصر مقدم، نعمت الله نصیری و حسن پاکروان 3 رئیس پیشین ساواک اعدام شدند. پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک تحصیل کرده حقوق که از 1337 تا آبان 57 و روزهای منتهی به سقوط حکومت پهلوی لحظه به لحظه در ساواک بود، در 75 سالگی تصمیم گرفته است سخن بگوید. این نخستین گفتگوی مدیر امنیت داخلی ساواک که در تمام 4 دوره ریاست تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت الله نصیری، ناصر مقدم در سازمان اطلاعات و امنیت کشور حضور داشت و فرد دوم بود. من با آقای قانیفرد مصاحبه انجام دادم که ایشون مطالبی رو که من گفته بودم منعکس کرده در این کتابی که در دست انتشار داره. البته باید عرض کنم که اون زیرنویسایی که ایشون آورده، زیرنویسایی که خود ایشون آورده، من مسئولیتی درباره زیرنویسایی که ایشون داره ندارم، مربوط به خودشون هست و خودش تصمیم گرفته. یعنی بفرمایید که بعضی از این زیرنویس ها در واقع نکاتی رو عنوان میکنه که شما فکر میکنید با حقیقت که شما گفتید سازگار نیست؟ بیشترش سازگار هست و قسمت هایش نه، بعضی جاش منتقل کرده از جاهای مختلف، اشخاصی که مثلا همون تاریخ شفاهی صحبت کردن، حرفایی که زدن عیناً پیاده شده، نامربوط هست و نامنوس هست و در اون زمین ها، اگر نه در کل بر صورت بعضی هاش درسته، ولی منظور من اینه که مسئولیتی در مورد اون چی که در زیرنویسا هست ندارم. من حرفام رو که زدم هم قسمت متن اصلی است. مثلا هستون که اشخاصی نقل کرده که بله نمیدونم عوارضت اشرف چمدونش رو گرفتن با هروئین. خب اینا یه اراجیف مزخرفات است که مخالفین در آورده بودن و همچه چیزی صحت نداشته که به حال در آوردن و ایشون که اینو نقل بشه اینجا، مردم تصور میکنن درسته. درست نیست، از این قبیل حرف هاست که دارم میگم، ولی خب ایشون چون نقل کرده از یه جاهایی، خب یه چیزایش هم درست. آقای امیرحسنگ دولو بله گرفته بودن با تریاد، بله اون درسته، ولی دیگه والد اشرف بوده بودن با چمدون هروئین گرفتن، اینا یه چیزای خیلی غیر منصفانه و نادرسته. این نمونهاش بسرد. من خاطراتم رو من در همون سالهای اول بعد از انقلاب نوشتم ولی تا کنون منتشر نکردم. یاد داشته و نبرسه شامل 2 قسمت که یکی از قسمت های اصلیش مربوط است به مبارزه با مخالفین رژیم، به قسمت دیگه مشکلات معایبی که در رژیم خودمون، رژیم سابق وجود داشته و من در حد اونم کوشش کرده بودم که اون رو کم کنم. بنابراین خاطرات من حاوی مطالب مثبت و منفیه که البته مجموعاً مثبته و مردم ایران متاسفانه با پرداخت بهای سنگینی به این نتیجه رسیدن. من اینو رو منتشر کردم زیرا این رو بیم رو داشتم که ذکر مسائل منفی مورد سوء استفاده رژیم کنونی قرار بگیره، گرچه فاسد و مهیبی که در این در اون رژیم وجود داشت در مقایسه با فساد و نابسامانی که در ابعاد باور نکردنی و نجومی در رژیم حاضر وجود داشته بسیار کم اهمیت به نظر است. درباره بخش مربوط به مبارزه با مخالفین رژیم سابق، هم از کمونیست‌ها، تروریست‌ها، افراطیون مذهبی،
این ملاحظه رو داشتم که انتشار این مطالب درباره اونها ممکن است که به تنشی که متأسفانه هنوزم بین طرفداران و مخالفین رژیم شاه وجود داره دامن بزنه، در حالی که ما اکنون الان در حال حاضر به یه وحدت ملی آتشی ملی احتیاج داریم که تا دیر نشده به عمر این رژیم حاکم که مملکت ما رو به یک فاجعه بزرگی نزدیک میکنه خاتمه بدیم. واقعا وجود چنین رژیمی در ایران در شأن ملت بزرگ ایران نیست و مردم سزاوار چنین رژیم حیات حاکمه ای نیستن. در مورد اتهاماتی که بهشون ایراد شده وارد شده در مورد وابستگیشون به موساد و سیایی، چه راجب مسئله موساد و سیایی و اینا و حرفای بی ربط است که زدن. البته خب ما با موساد و با سیایی در موقع که سر کار بودیم تماس داشتیم، ارتباط حرفه‌ای داشتیم، تبادل اطلاعات میکردیم، در زمینهای همکاری میکردیم. بعده بله سفری هم به اسرائیل میکردم، به هیچ وقت بنده با موساد یک روابط خارج از روابط اداری نداشتم، با سیایی هم همینطور. من خب گاهی موقع عرض کنم که بعضی ها هم حتی در سیایی گاهی موقع دلخور شدن. مثلا موقعی در ایران دیدم هستش که بودم یک سال خبرنگار نیویورک تایمز و بعد بود به ایران به نام اریک پیس که هنوز هم خیال میکنم که در نیویورک تایمز باشه، رفته بود با شاه مصاحبه کرده بود و بعد خواسته بود که با یک کسی در سباک صحبت کنه و علاوه هم گفته بودن که بیاد با من صحبت کنه. اومد اونجا با من صحبت کرد و اینها. اولین سوالی که کرد آقای رضا براهنی بود، گفتش که آقای رضا براهنی گویا اونجا زندانی بوده است و فلان. اینها میگه که در زمانی که در زندان بوده اینو بسته بودن به یه پنکه‌ای و پنکه میچرخیده، در ضمن که میچرخیده یه نفر میخواسته به من تجاوز کنه در اونجا. من به این آقای خبرنگار گفتم والا شما به نظر میاد آدم معقولی هستید، این که همچی چیزی عملی هست که یه همچی ادعایی کسی میکنه؟ و ما موقع سال 1954 بود که میگفتش که بله به ما گفتن که این شبکه‌ای که افسران آمریکایی رو کشتن دستگیر کردید اخیراً سرنخش رو سیایه به شما داده، شما اینها رو دستگیر کردید، این صحت داره؟ من گفتم که والا سیایه همچه کیفیبلیتی و همچه قابلیتی داره که همچه سرنخی به ما بده برای دستگیری تروریست ها، بهتره بره به یه سرنخ بده به اف بی آی که پرونده قتل کندی رو روشن کنه. گفتش که شما مثل این که با سیایه مخالفین. گفتم نه خیر بنده هیچ مخالفتی هم با سیایه نداره، با کار خودش رو میکنه، ربطی هم کارش به اینجا نداره. گزارش کردم که بله که این خبرنگار که فرمودید با من مصاحبه کنه، من این مصاحبه رو کردم و این حرفا رو زدم که علازاد عصبانی شد. گفتم این حرفا چیه، این میزنه چرا به اینا مثلک بگه، برای چی میگفت؟ ایشون انقلاب 57 رو 2 سال پیش از وقوع در گزارشی برای شاه پیش بینی کرده ولی ظاهرا مورد توجه قرار نمیگیره. موقعی که کارتر در آمریکا برای پرزیدنسی داشت ران میکرد و داشت فعالیت میکرد، خب مطالبی علیه شاه هم گفته بود. نتیجتا در داخل مخالفین رژیم یه مقدار زیادی بسیج شده بودن و آماده شده بودن و فکر کردن که خب الان باز دوباره فرصت پیش میاد که اینا بتونن یک کارهایی بکنن. بعد از اینکه کارتر انتخاب شد ولی هنوز به دفترش نرفته بود، یعنی در آذر سال 1355، من یک گزارشی برای علازت فرستادم رسوله نصیری، گفتم که بله به نظر میاد که این سناریوی سال 1939 و 40، یعنی دوره 60 و 61 که دوره کندی دوباره تکرار میشه و مخالفین الان به این نتیجه رسیدن که حالا یک کارتر که انتخاب شده علازت رو و ایران رو تحت فشار قرار میده و فرصتی پیش قرار اومد که اینها بتونن خودشون رو بیارن به صحنه و ایشون رو به اصطلاح به چالش بکشن. و الان عرض کنم که وضع مملکت ما با وضع اون سال 40 فرق کرده، برای که جمعیت مملکت ما 7-8 میلیون اضافه شده، جمعیت تهران که اون موقع 1 میلیون بوده شده 4 میلیون، تعداد دانش آموز دانشجو که 2 میلیون شده 10 میلیون، واحدهای بزرگ کارگری و اینها در اطراف تهران و شهرهای بزرگ ایجاد شده و اینها همه شرط کنم که خب یک چیزی هستن که ممکن است که هنوز آسیب پذیر باشن. و بعد هم یک المنت تازه، یک تجربه تازه، یک گروه های مثلا تروریستی پیدا شدن، اینا یه تجربه پیدا کردن خوله، چون خب رفتن زندان اومدن بیرون. حالا درست است که به هر حال الان سال 55 دیگه سرکوب شده بودن، لااقل منیروی مسلح دیگه نداشتن، خب الان خب پراکنده بودن، یه دم در زندان بودن، ولی به هر حال این تجربه پیدا کردن. اگر این دفعه بخوان که مثل اون دفعه ما
اجازه بدیم که کار پیش بره، ممکن است که کار به یه جای خطرناکی برسه و کنترل مشکل بشه، مثل 15 خرداد باشه که حداقل بتونیم کنترل کنیم و ممکن هم هست که طول بکشه از اون چیز هم بدتر شه. این گزارش رو دادم بود نصیری برای اعلیحضرت. اعلیحضرت عصبانی از دست من که این ثابتی باز چیزای منفی رو سر هم کرده، هیچ پیشرفت های مملکت رو ندیده، نمیدونم اصلاحات ارضی اشاره نکرده، حقوق کارگران در تعیین شدنشون در سابخانجات چیز نکرده، ارتش ما 150 هزار نفر شده 60 هزار نفر رو ندیده، سباک شهربانی اینا رو ندیده، همه سیاه ها رو گره هم کرده. حالا میگه که اوضاع خراب میشه، نه خیلی هیچی هم نمیشه و شما کار خودتون بکنید. بعدم عرض کنم که این اولین گزارش سال 55 آذر 55 من عرض کردم که خب اعلی حضرت بر صورت اون مشکلی که آخر پیش اومد، خب ایشون فکر میکرد که همونطوری که در دوره کندی بحرانی پیش اومد و ایشون تونست هندل کنه تا طوفان از سر بگذره، فکر میکرد این دفعه میتونه هندل کنه از سر بگذره. خب این بار از کنم که ایشون به هر حال ما که حالتون موقع نمیدونستیم، ولی به هر حال ایشون مریض بود و بعد نمیتونست واقعا قاطعانه تصمیم بگیره. خب مملکت هم چیز کشون مرحله برخلق من به جایی رسیدش که دیگه کنترل از دست خارج شد. بخش دیگری از صحبت آقای ثابتی رو در مورد نقش نهضت آزادی در ماجراهای هول و هوش مرگ مصطفی خمینی با هم بشنویم. اعلیحضرت بعد از اون گزارش اولیه شروع کرد و دستگاه رو تقریبا بی اثر کردن. از صلیب سرخ بین‌المللی بازرس آورد برای زندان‌ها. نجاتن زندانی‌ها از داخل فهمیدن که دست زیر ساتوره. در خارج هم فهمیدن و راه افتادن. بعد حوادث اینا حالا کاری نداره، اگه بخوام بعد باز برم رو مسئله فوت شریعتی و نمیدونم فوت پسر خمینی و بعد اون ختمایی که در دوره فوت پسر خمینی گرفته شد و ما می‌خواستیم جلوشو بگیریم که علازر میگفت نه خیر جلوشو نگیرین، اینجور اجتماعات آزاد است و اینا، اصلا تمام این چیزهایی که به اصطلاح انسجامی که این آخوندها پیدا کردن در دوره همون 40 روز ختمای پسر خمینی بود که حالا اونجا مفصلا الان وقتش نیست که به شما بگم که چی شد، اگر نه که این آخوند اینا بعضی ها میگن بله آخوند خبر نداشتیم، چون ما آخوند خبر نداشتیم، خیلی هم از آخوند خبر داشتیم، همه شون هم اونایی که چیز بودن یا در زندان بودن یا در تبعید بودن کنترل شده بودن، موقعی که ول شدن اینطور شد و بعد هم اون 5-6 ماه آخر شد. میدونم این آقای ابراهیم یزدی که آتش بیار معرکه خیلی واقعا عجیبی بود، موقعی که من اتفاقا در اون سال 77 بود 1977 در آمریکا بودم، دعوت داشتم اینجا اومده بودم، موقعی که از نیویورک میرفتم به تهران در فرودگاه همکاران من اومدن گفتن آقای شریعتی در لندن فوت شده و آقای یزدی از سون تگزاس رفته نجف بگه که به آقای خمینی ایشون اعلامیه بده که آقای شریعتی رو دستگاه کشته. بعد من رفتم وارد تهران شدم، فرداش گزارشی از خونه خود خمینی و حال ما اونجا معمود داشتیم اینا، گزارش اومد که بله آقای یزدی اومد اینجا و به آقای خمینی هم چه حرفی زد و آقای خمینی هم گفتش نه این شریعتی توی حسینی ارشاد اینا وهابی هند و اینا رو از عربستان سعودی کمک میگرن و حاضر نفس شده بود که اعلامیه‌ای در چیز شریعتی بده، ولی وقت یزدی بازم ولکن نبود و گفت که الان یه فرصتی پیش اومد است که آمریکایی‌ها حاضر هستن که به هر حال شاه رو تحت فشار قرار دادن، شما بیان یک دونه اعلامیه علیه کمونیستا بدین حالا اینا. خب خمینی هم اون اعلامیه علیه کمونیستا موقع داد رو فشار آقای یزدی که بتونه توجه آمریکایی‌ها رو به خودش جلب کنه اینا. این داستان گذشت و اینا، خب اونا نتونستن سر جریان شریعتی به هر حال راه بندازن. خب موقع فوت پسرش که این خطوا راه افتاد که ما خواستیم جلوشو بگیریم که علازاد نذاشت و بعد تا اینکه شدش که تمام چله و مله اینا گذشت، بعد از چله که گذشت خمینی 3 نامه نوشت داره تشکر از یکی به عنوان انجمن‌های اسلامی در خارج، این رسانه داشتن در خارج، یکی مردمی که در داخل برایشون تحصیلات رسانه، یک نامه هم به ریاسر عرفات که تشکر کرده بود، در اون اشاره کرده بود که فرج چیزی مرگ به سر، حتی خمینی هم نگفته بود که قتل به سر من یا فلا، اینا رو خود اینا درست کردن، خود همین نهضت آزادی اینا درست کردن به عنوان اینکه شهید شده از قتل شده، خود خمینی هیچ وقت نگفت توی نامش هم نیست که برگ مرگ پسر من در مقابل فجایعی که در رژیم شاه میگذره ناچیز است اینا. موقعی که این چیز شد و ما یه گزارش کردیم که این رو میخوان که تکفیر کنن، ما دلش رو داریم میگیریم، این رو نصیری برد پروی شاه، شاه اینجا دیگه عصبانی شد،
گفتش که این مربوطه به دستوخته که جاسوس و فلان از این حرفا که مخالف اطلاعات درزی مخالف حقوق زن عقب افتاده این حرفا چه میزنه فلان اینا. به نصیری گفته بود که شما دو تا مقاله تهیه کنید راجع به خمینی اینا و که بیارید دفعه دیگه شرط باشید بیارید من ببینید درباره درگیری هایشون با آقای آموزگار پس از حادثه تبریز و مسئله طرح دستگیری 1500 نفر به گفته خودشون از مخالفان که ظاهرا این طرح به نتیجه نمیرسه و به شکست میانجامه. خب شما 1500 نفر رو میخواین دستگیر کنین جواب محافل بین‌المللی رو چی میده؟